هر چه میتونیم قدرت تخیل خودمون رو افزایش بدیم. این وظیفه اخلاقی ماست که قدرت تخیل خودمون رو افزایش بدیم. من اجمالا فقط به شما میگم که همطور که سیمون وی اول بار اظهار کرد، توهم بزرگترین مانع اخلاقی زیستنه و تخیل بزرگترین کمککار اخلاقی زیستنه. من وقتی در یک مقاله تحت عنوان تخیل آری توهم نه سالها پیش توضیح دادم، حالا وقت شما نمیگیرم. تخیل و توهم فرقشون چیه؟ فرق این دوتا چیه؟ من با یک مثال فقط فرق تخیل و توهم رو بگم، اون وقت میفهمید که چرا کسی مثل سیمون وی معتقد بود که تخیل کمک میکنه به اخلاق زیستن، بزرگترین کمک رو، و توهم زیان میرسونه. ببینید، واقعیت اینه که من غیر از شما و شما هم غیر از منی. این واقعیت درسته؟ اگر من تصدیق کردم که من شما هستم یا شما منید، من دستخوش توهمم. درسته؟ چون واقعیت اینه که شما غیر از منی، منم غیر از شما. اگر من به این باور رسیدم که من شما هستم یا شما منید، خب معلومه من دستخوش توهمم. اما اگر تصدیق نکردم که من شما هستم، شما منید، تصور کردم که من شما هستم و شما منید، یعنی خودم رو جای شما فرض کردم، نگفتم من تو هم، گفتم میخوام بیابم که اگر جای تو بودم چگونه بودم، اینو بهش میگن چی در واقع؟ بهش میگن تخیل. به زبان ساده تر بگم، تخیل یعنی این که معتقد باشی همونی که هستی هستی، اما بتونی تصور کنی که اگر او بودی چگونه بود. هنات میکنی؟ اگر او بودی چگونه بودی؟ من مردم، ولی اگه بتونم تصور کنم که اگر زن بودم چگونه بودم؟ من پدرم، ولی بتونم تصور کنم که اگر جای این بچه‌م الان بودم چگونه بودم؟ هنات میکنی؟ من کارفرمام، اگه میتونستم، اگه کارفرمایی بگه من کارگرم، این دستخوش چیه در واقع؟ توهمه، چون تصدیق کرده که کارگره با اینکه در واقع کارگر نیست. اما اگر کارفرمایی در عین اینکه میدونه کارگر نیست بتونه تصور کنه که اگر کارگر بودم چگونه بودم، وقت این قدرت تخیلش قدرت تخیل قویی بود. ما اکثر آنچه که اخلاقی عمل نمی کنیم به خاطر اینکه قدرت تخیل نداریم، نمی فهمیم که چه می کنیم. فرض کنید شما با کسی امشب ساعت 8 شب مثلا در یک میدانی قرار گذاشتید که همدیگر رو ببینید. می دونید چرا خلف وعده براتون آسون میشه و خلف وعده می کنید؟ به خاطر اینکه تو منزل امن خودتون نشسته اید. نمیتونید تصور کنید کسی که در یک منطقه ناامنی مثل یک میدان در شب قرار گرفته چه وضعی داره، نمیتونید تصور کنید. و خودتون الان در یه هوای مطبوعی به سر میبرید، نمیتونید تصور کنید هوای سرد که الان اون در تون هوای سرد ایستاده. و شما خودتون الان همه اطرافیان با احترام باتون رفتار میکنه، نمیتونید تصور کنید کسانی که دارن به اون شخصی که اونجا ایستاده دارن آزار زبانی میرسونن، نمیتونی تصور کنی. شما خودتون رو مبل نشسته اید، نمیتونی تصور کنی کسی که وایساده رو پاش چه حالی داره. ادراک میکنی؟ این که ما به سادگی میتونم خلف وعده بکنم به خاطر اینه که در موقعیت خنونی خودم چنان گیر افتادم که نمیتونم کسی را که موقعیت دیگری داره تصور کنم. وگرنه اگر همینجا نشسته بودم، جام گرم بود، ولی میتونستم بفهمم تو جای سرد آدم چه حسی داره؟ جام امن بود، ولی میتونستم تصور کنم در یه فضای ناامن
چه وضعی میگذره؟ عنایت میکنی؟ نشسته بودم ولی میتونستم تصور کنم آدمی یک ساعت رو پاش وایسه چه دردی میکشه؟ اگه میتونستم تصور کنم دیگه کمتر خلف وعده میکردم. این که من عمل خلاف اخلاق خلف وعده رو انجام میدم به خاطر اینکه وضع بالفعلم من رو زندانی خودش کرده. اگه آدم بخواد وضع بالفعلش زندانیش نکنه باید قدرت تخیل داشته باشه که وضع بالفعل خودش رو داشته باشه ولی بتونه کسی را که وضع دیگری داره رو تو پوستش بره. وقتی تو پوستش میرفتم وقت میدیدم که هر دقیقه از اون انتظاری که اونجا میکشه چقدر داره به او آزار میرسونه. اون وقت امکان خلف وعده کردن من کمتر میشد. ما به میزانی که میتونیم خودمون رو جای کسانی قرار بدیم که تحت تأثیر رفتار ما قرار میگیرن اخلاقی تر عمل میکنیم. کسانی که تحت تأثیر رفتار من قرار نمیگیرن اونا مشغول من نیستن. من الان اگر اینجا خلف وعده با شما بکنم به یک کشاورز آمریکای لاتین عملم تأثیری نداره. اما اگر بتونم بفهمم که هر عملی که انجام میدم رو کسانی که تحت تأثیر عمل منند چه آثار مثبت یا منفی میگذاره اون وقت اخلاقی تر عمل میکنم و این که بتونم بفهمم نیاز به قدرت تخیل داره. اینات میکنی؟ از این لحاظ بود که از قدیم ادیبان معتقد بودن ما به اخلاقی کردن جهان کمک میکنیم، چون هر ادیبی با نوشتن یک داستان کوتاه، با نوشتن یک رمان، با گفتن، با سرودن یک شعر تخیل شما رو قوی میکرد، میتونستی جای دیگری قرار بگیرید. شما وقتی رمان جان والژان رو رمان بینوایان رو میخونید هیچ وقت خودتون جان والژان نبوده اید، اما میتونید حالا خودتون رو جای جان والژان بگذارید. هیچ وقت هم کوزت نبوده اید ولی میتونید خودتون رو جای کوزت بگذارید. کما اینکه هیچ وقت هم ژاور نبوده اید ولی خودتون رو جای ژاور هم میتونید بگذارید. ادبیات و هنر این دوتا کمک مهمشون اینه که قدرت تخیل ما رو افزایش میدن. هنات میکنید؟ و از این نظرم هست که در حکومت‌های توتالیتر، در حکومت‌هایی که استبدادی‌اند، حوزه هنر و ادبیات تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه. برای اینکه اگر من بدونم که یک زندانی تو زندان چه میکشه، من دیگه نمیتونم نسبت به سرنوشتش بی‌اعتنا باشم. اگه بتونم جا بفهمم که کسی که زیر برف در کنار یه خرابه ای، در کنار یه ویرانه ای، زیر یه کارتون خودشو مچاله کرده چه میکشه، دیگه نمیتونم به سرنوشته او بی‌اعتنا باشم. و اگه بفهمم که یه کسی به خاطر 200,000 تومان که پول نداشته به زندان افتاده، او چه میکشه الان تو زندان که فقط به خاطر که 200,000 تومان پول نداشته که بتونه قرضشو ادا کنه افتاده تو زندان، دیگه نمیتونم به سرنوشته او بی‌اعتنا باشم. اما همه اینا رو من کی میتونم انجام بدم؟ من که به خاطر 200,000 تومان به زندان نیفتادم. وقتی که قدرت تخیل داشته باشم و بتونم بفهمم که آدمی که به خاطر 200,000 تومان به زندان میفته بسیار وضع بدتری داره تا کسی که به خاطر قتلی به زندان افتاده، چون آدمی که به خاطر 200,000 تومان به زندان افتاده پیش خودش میگه آخه این چه جهانی است که من بدون تقصیر باید به زندان میفتم. لااقل اون کسی قتل کرده میدونه که قتل کرده. اگر بخواید جامعه اتمیزه درست کنید، یعنی جامعه ای که آدم ها اتم اتم باشن و در و پنجره به هم نداشته باشن، باید قدرت تخیلشون رو چیکار کنید؟ کم کنید. هر چه قدرت تخیل افزایش پیدا میکنه، آدم ها از این که اتم 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 بی خبر از هم و بی در و پنجره به هم باشن بیرون میان. حکومت ها بقایشون در اینه که ما اتم اتمی باشیم. حکومت های توتالیتر، حکومت استبدادی، اتم اتم باشیم که مثل اون گنجشکایی باشیم که شنیدید که یه تعداد گنجشک روی درختی بودن، یه بار یه شکارچی زد یکشونو انداخت، به هم نگاه کردن گفتن عجب خبر نداشتیم که این شکارچی دشمن این بابا بوده ها، نشستن سر جاشون. دومی هم انداخت، باز به هم نگاه کردن گفتن عجب این شکارچی معلومه دشمن دومی هم بوده است. و فکر نکردند که آقا چه فرقی میکنه، چرا اینقدر ما آسوده خاطریم. جامعه های اتمی اینجوری هم که وقتی یک کسی بر اثر قرضی به زندان میفته میگیم عجب، چون خودمون که نکرده این،
و به همین ترتیب از سرش و سرنوشت هم بیخبر و بیخبر میبودیم. برای اینکه جامعه ها از اتمی بودن بیرون بیان، باید هر کدامشون در این حال که از لحاظ بالفعل چند تا وضع داره؟ یک وضع داره، خودش بتونه جای هزار وضع دیگه هم بذاره. و برای اینکه جای هزار وضع دیگه بذاره نیاز به تخیل داره، و برای تخیل باید ادبیات و هنر، ادبیات به معنای خاصش و هنر به معنای عام‌ترش، باید کمک بکنه، چون ادبیات و هنر قدرت تخیلم رو افزایش میدن. هرچه حکومت ها به خودشون و به درستکاری خودشون معتقدتر باشن، آزادتر میگذارن ما شما را در اینکه شعر بخونیم، در اینکه رمان بخونیم، در اینکه داستان کوتاه بخونیم، در اینکه فیلم سینمایی ببینیم، در اینکه تئاتر ببینیم، و بتونیم از طریق اینا خودمون رو جای دیگران بگذاریم. وقت کم کم از این اتمیک بودن و بیخبر از هم بودن و هر که به زندان میفته بگیم عجب، پس لابد این نظام با اینم مخالف بوده، و ندونیم که روزی روزگاری هم سراغ خود ما میان. عنایت کنیم. گفتگو در واقع نیاز به قدرت تخیل داره. میدونی چرا نیاز به قدرت تخیل داره؟ به خاطر اینکه اگر من قدرت تخیل نداشته باشم، وقتی من معتقدم الف به است و شما معتقد الف به نیست، میگم آخه چجوری آدم میتونه معتقد باشه الف به نیست؟ اما وقتی قدرت تخیل پیدا میکنم و میتونم خودم رو جای او بذارم، میفهمم که آره، منم اگه جای او بودم معتقد بودم الف به نیست. الانم که معتقدم الف به است، بخاطر اینکه جای خودمم. منم اگه جای او بودم معتقد میشدم الف به نیست. ما چرا شگفت زده میشیم از اینکه دیگران عقایدی مخالف ما دارن؟ برای اینکه نمیتونیم خودمون رو جای اونها بگذاریم. شما دیدید بعضی وقتا مثلا پدر تو خانواده یا مادر میگه به بچه‌ش، میگه تعجب میکنم که تو از این قضا خوشت نمیاد. حتی تو امور سلیقه‌ای هم نمیتونه خودش رو جای او بگذاره و تعجب میکنه از اینکه کسی از غذایی که من خوشمزش میدونم او بدش بیاد، یا از غذایی که من بدش میدونم خوشمزه به نظرش بیاد، چون خودش نمیتونه تو پوست او فرو ببره. اخلاق از ما اینو میخواد. اخلاق از ما میخواد که قدرت تخیلمون رو به هر طریقی که شده افزایش بدیم. وقتی افزایش میدیم، وضع بالفعل ما رو در زندان نگه نمیداره. وضع بالفعل هم همین وضعه ها. فکر نمیکنم شما اید، اگه فکر کنم من شما هستم که دستخوش توهمم، اما میتونم در این حال که در این وضع قرار دارم خودم رو جای شما تصور کنم، نه جای شما تصدیق کنم. تصدیق نمی کنم که من شماییم، ولی میتونم تصور کنم که من شما باشم. این باعث میشه که من دیگه از شنیدن هیچ رأی تعجب نمی کنم، هرچقدر مخالف رأی خودم باشه. نت میکنید؟ و از این لحاظ اون گفته ویکتور هوگو به نظر من خیلی در فکر میکنم کتاب اول بینوایانه، فکر میکنم در اونجا ویکتور هوگو میگه که قاضی که بداند جرم از چه دهلیزهایی گذر کرده است، دست از قضاوت برمیداره. چرا من قاضی میتونم صریح بگم آقا ایشون قاتله، حکم قتل صادر بکنم؟ چون خبر ندارم که این که الان جلو میز من قاضی وایساده از کجا را افتاده تا به اینجا رسیده. اگه میتونستم از روزی که نطفش، از شبی که نطفش منعقد شده تا الان دنبالش بکنم، میدم که اگر من هم در اون شب و در اون رحم و از اون پدر نطفه منعقد شده بود و در اون خونه به دنیا اومده بودم و اون پدر رو و اون مادر رو و اون معلمان رو و اون همکلاسی ها رو و اون فقر رو داشتم، منم الان جلوی یک میزه قاضی دیگر ایستاده بودم. اونی که از مجاری که جنایت از اون مجاری گذر کرده بیخبره، به سادگی حکم صادر میکنه. اما اون کسی که مجاری رو میبینه میگه من خودم هم اگر از همون جا را افتاده بودم الان همین جا ایستاده بودم. خب این در بحث گفتگو اثرش اینه که آدم دیگه از عقاید مخالف با عقاید خودش تعجب نمیکنه، چون میفهمه که این عقاید از یک راههایی را افتاده این شخص تا به این عقیده رسیده، که منم اگر از همون مبدأ شروع کرده بودم و همون طی طریقا رو کرده بودم، منم همون به همون باور رسیده بودم، و حالا هم از باور اون میشه برای رفع مشکل استفاده کرد، نکته ای ممکن درش باشه، و هم از باور من که مخالف باور اوه، بازم میشه برای رفع اون مشکل از نکته باور منم استفاده کرد.